برعکس یوتیوب داریم میریم داونتاون با دو دوربین سکسی با سه مرد سکسی. یه سوال اول داستان ازت بکنم. بپرس. وقتی که یکی جیرات بد میپیچه یا داره آروم میره، اولین فکرت به سمت یه چیز چی میره؟ مامان یارو ها؟ فوش بدم من ننش. نه ولی نه اون طرف فکر میکنی کجاییه؟ یه را به سنش به جنسیه فکر میکنی جمع بندی میکنی یا نه؟ جمع بندی نمی کنم. شواهد نشون داده که هر دفعه یه خانوم خیلی موقع ها میتونه از طرف آسیا باشن. ولی واو خانوم ها ماشاءالله رو هم آقا النا خدایی دیگه دیدی زن خوبیه باشوره. 10 بار نشونمش این ماشین بهش گفتم النا این ماشین ماشین نرمالی نیست، این ماشین پروداکشنش تویوتا نیستش، هاندا نیست، اینا تجربه ندارن مثل اونا. یه ماشین که درست میکنن لیمیتد میدن بیرون، شاید مثلا چم 10,000 تا فروش دارن، عدد بالا نیست، واسه همین خیلی راحت چیزا میتونه خراب بشه. خیلی بالی لیول داش بذاری. مثلا اینکه چیزی که آقا این ماشین رو اسپسیفیکلی مال منو باید 5 دقیقه روشنش کنی قبل از اینکه راه بیفتی، خیلی مهمه گرم شه. این ماشین قدیمی مون از این نظر، چون انجنش انجین فراریه، فراری که احتمالاً اون موقع دیزاینش کردن با اون کانسپت میاد جلو. من نمیدونم دیتیلزشو، تو خبرم نیست. اینو نمیتونه بگیره، روشن میکنه میره. بعد بهش میگم چون میگه کار داشتم. میگم وا نمیفهمی، فکر کن چرا قرمز بود، میتونی چرا رو رد کنی اگه کار داشتی؟ میگه نه. میگم خب چرا اینو نمیتونی بفهمی چرا قرمزه؟ بعد مثلا ماشین رو 8 بار با خودش برد بیرون، تو این 8 بار 6 بار وقتی برگشت چک انجین لایت اومد جلو روشن شد. بعد یه بار وقتی رفت زنگ زدم گفتم که ببین دوباره هم بعد ترمز کردی بالای کوچه، هم گرم نکردی. گفت بابا اصلا اینقدر این چیزی که تو میگی نیست. بلکه قد کردی من خیلی ناراحت شدم. گفتم بابا این بنده خدا رفته بیرون من همش گیر میدم، فاک دیگه ماشین دیگه بذار خرابش کنه. بعد که اومد خونه گفتم اصلا خیلی مهربون، گفتم روزت چطور بود؟ گفت خیلی خیلی بد بود. گفتم چرا چیکار گیرش بد بود؟ گفتم چرا؟ گفت بعد اینکه با تو قد کردم دو سه تا بهت فوش دادم، بعد 3-4 دقیقه بعد چک انجین لایت یهو خوش روشن شد. مثلا آخرین باری که بردیمش سرویس این ماشینو مثلا خرجش شد 27,000 دلار. ولم کن به خدا. زنگ زدم میگم ترمز چنده؟ میگه 7,000 دلار. میگم تکس هم میخوره روش؟ میگه نه فقط پارت. یعنی 7,000 دلار شروع شد. بعد 2,000 دلار بدی وصلش کنی 9,000 دلار، 9,000 دلار باید 1,300 تکس بدی، 10,500 خرجش واسه که ترمز عوض کنی. بعد کاست ترمز ببین آدم مریض ترمز کرده، من گازم که داش کنم حالا داره گاز میده. مادر هر زن دیگه ببین ناکن توشش ناکنی الان یه خانم دیگه حتما. خلاصه رانندگی رو متوجه نشد دیگه. بعد بهش گفتم که آخر گفتم من جمعه ازت میخوام، تو نمیتونی این ماشین رو رانندگی کنی. خوشم قبول کرد. گفتم من این رانندگی نمیکنم ماشینو، چون که هر دفعه رانندگی میکنم واسه اون چند هزار دلار خرج داره، من ترجیح میدم رانندگی نکنم. من گوشا نمیکنم، ماشین خوب میشه خودش. حالا اینو بود بگم برات جالب باشه. رفتم چون یه بار با یارو سکپتیک اومد تو پادکستم، یه بار دوری هم گفت زنا راننده بدی ان اینا خیلی بدترن. میگم ما این اینا رو میندازیم مثلا خب چرا این اصلا پیش زمین و پیش خودت و پیش میره. ولی خیلی آمار رو نگاه کنی بخونی واقعا مردا به مراتب بیشتر تاثیر گفت کرد. نه خب درصد بگو از 100% مردایی که رانندگی میکنن 7% تصادف میکنن، از 100% زنایی که رانندگی میکنن اینقدر. اون درصده من فکر میکنم مال خانم‌ها کمتر باشه، ولی اون عدده فکر میکنم مال مردا بالاتر باشه. من آمار رو خیلی قبول ندارم، من که خودت تمامش رو اینوالو بشی بدونی قشنگ کرده. بابا سیستمای خیلی علمی هستش برای همین آمار دیگه. نه اونقدرم علمی نیست بابا، ما دوستام همه دکتر مهندس هم باشون حرف میزنن. من که دوستام واسه یه دونه واسه دانشگاه SFU 56 اون قوی ترین دانشگاه دنیاست از 1950 به بعد باش واسه لب دکتری اینا کار میکرد. خوشم الان دکتره. اینجا هم باید سود داریم. بعد یه چیزی از یه باکتری باید عکس میگرفت توی زیر میکروسکوپ، بعد یهو براش جاوافر اومد که مثلا فلان جا باید بری. بعد فهمید که مثلا 3 روز دیگه میخواد بره. بعد چون نمیخواست کار کنه برداشت از عکسای این باکتری فتوشاپ کرد. خوش باشه خوره چرخوند نمره کرد فتوشاپ زد. بعد ایجاست هپن اون دانشگاه دنبال اون عکسه بوده، یعنی دقیقا ما اصلا این خالش اونوری باشه. ببین تا 1 سال به این ایمیل میزنن که دادا تو چجوری عکس گرفتی، ما 1 سال داریم سعی میکنیم یه کار تو رو دوباره انجام بدیم نمیتونیم. اینم میگم من نمیدونم بعد چی بهش میگم. میدونی
واسه همین نه دیگه جواب نده، واقعا همه یه دعیسی مثل من تو بالا سرشن مای خوبشونی میگه ببین چه کساکاری اونجا داده. بابا آدمایی هم هستن که بابا فقط از لحاظ علمی برای پیشرفت برای کمپانی خودشون شده، داده برای اینفورمیشن خودشون. حالا خب من میگم درصد چقدره، بگو چند درصد. الان یادم نمیاد درصد. نامبر گفتی، گفتی نامبرش بیشتر، نامبر مهم نیست، درصد بگو. کلا ولی میگم دیگه تو درصدها مردو خیلی بدتر میرونن. خب من تمام تاکسیا مردن. آها تو مدن چون مرد بیشتر اون yeah, هست احتمالی که نه احتمال 100% احتمال تصادف مرد بیشتره، ولی خانوما کارشون چیه؟ از خونه بره تو سوپرمارکت بره خونه تو اونجا تصادف میکنه. خب دیگه کاما لطفا ایشونو کنسل کنید، زیرش کامنت فوش فوش پدر رو پسر بدم. نه راننده خب خوبم هست، خب من میفهمم همه نوراننده هست، ولی من چیز شخصیم، من که دیوونه نیستم با زنا گیر بدم. من همیشه هر کیم زنا گیر میداد میگفتم تو برعکی گیر میدی، بعد هر دفعه یکی چرا قرمز باید بره نمیره، چرا سبز باید وایسته نوای نمیسته نمیدونم. به این میگن selective reasoning، تو داری انتخاب میکنی که یا اون منطق اپلای میکنه به طرز خط فکری نه. تو من می... نه, 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 نه 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 تو همین بحث همیشه هم اینجوری تو میگه من چون تجربه کردم اینو. این چی گفتی؟ این چرا دینگ سرویس چرا چی شما؟ ما نه همه چیز دینگی گفت. تو میگه همیشه این منطقت اینجوری که من تو اینو تجربه کردم در نتیجه فلان درست. نه نه من میگم من میگفتم زن و مرد مساوی هر هرکی رانندگی خوب و بد داره. بعد وقتی توی لایف هم تو 10 سال 3000 بار به خاطر یه راننده دیگه به نام بیناموز شدم، از اون 3000 بار 2300 بارشون خانوم بودن 700 بارشون مرد، گفتم آقا پس 4 به 1 خانوما بدتر رانندگی میکنن. آمارم هم قویه از اون آماری که تو میگی قوی تر اتفاقا، چون هیچ بایاسی توش نیست، رندومه. یک بایاس تو مکزیکو، یک با آمار تو مال شهر کوکودنم 3000 نفری که اینو انتخاب کردن چقدر راست بگن، مال من خیلی واقعی تر از اون آماره. به خاطر اینکه میگم جاهای دنیای متفاوت، کالچر متفاوت، وسایل نقلیه متفاوت. چی ما خانوم دوره برامون میبینیم؟ میگه 500,000 accidents that occurred men were responsible for causing 60% and women for 40%. Men probably are responsible for 70% of the driving in the world. بس ناکن نشون میده زنها بیشتر تصادف میکنن، همین آمار خوده. خب نمیگه که چند تا مرد چند تا زن داره، الان آمار اینه که دقیقاً اگه 2 میلیون تا زن رانندگی میکنه 2 میلیون تا مرد هم رانندگی میکنه، ولی این نیست دیگه. مثلا واسه تست میری یه کمپانی که کارش رانندگی رو اگزمپل میکنی، مثلا چاکینگ. چاکینگ چند درصدشون زنن چند درصدشون مردن؟ اوکی چاکینگ دوست نداری، تاکسی رونی چند درصدشون مردن چند درصدشون زنن؟ دیگه چه کاری هست که ماشین دلیوری چند درصدشون مردن چند درصدشون زنن؟ پیتزا دلیوری چند درصدشون مردن؟ من 5 سال دلیوری کار کردم، یه دونه زن درایور دلیوری داشتیم که فکر کنم واسه 2 ماه کار کرد، یه دونه 2 ماه دتس ایت. پس با چیزی که نشون میده کمپانی گنده میگه differences in accident rates، میگه میگه چندی دلیل هستش که مردا تصادف بیشتر کنن. گفت مردا چون مایلج بیشتری رانندگی میکنن مثلا احتمالش اینه که بیشتر در اکسیدنت داشته باشن. دقیقاً. و حتی مردها به خاطر اینکه مثلا ریسکی تر برخورد کنن توی چیزشون تو رانندگیشون، بازم اونم احتمال تصادف بیشتری میده. و بازم چون سیفتی بلت هم مردا کمتر استفاده میکنن، اونم باعث میشه که بیشتر هم اینجر بشه. آره. پس از این میفهمی رانندگی زنا بدتره، مردا بیشورترن. دی او آیز و فلان مردا خیلی بیشتره، خیلی مست. خب نه میگم از این میفهمی مردا بیشورترن، خانم رانندگیش بدتره. نه بدن مردا قاطی کنن نه ما بیشور نیستیم، ما بیشوریم. من خودم اگه کسی نباشه کمندمو نمیبندم، بوقم بزنه میگم خفه شد. فکرم کردم برم یه چیزی برم یه دونه مازاراتی پیدا کنم، بعد برم این کمرشو ببرم که این سگکش داشته باشه، اخ کسی فقط اونو بکنم تو کینی بیب نکنه اینم راحت باشه. یعنی ببین تا اینجا فکر کردم. خب اصلا اینجا میفهمی آدم مرد بیشوره، آها دیگه داره ناراحتی نداره که ما بیشوریم، قبول. از اون ور میفهمی خانوما رانندگیشون بدتره کلا. بنظرم یه آمار یه پول بذار اینجا. نمیخواد آمار چی؟ من تا حالا 100 تا زن دیدم دور من رانندگی کرد، 100 تا آدم رانندگی کرد. آدمی که شنونده این دوست پسرم دارم تو ماشینش میشینی میخوای بالا بیاری. شما چی فکر میکنی؟ خب خانوما همه میگن نه اشتباه میگی، پسرا میگن درست میگی. ولی من با اون... فکت با علم بیار حرف بزنم. خب... کونتون مثل استاد حرف نزنید. خب نه این علمه. وقتی تو 30 سال تجربه رو داری جوس میکنی، هر دفعه خیلی اسپسیفیکلی به اینو پی اتنشن کردی. خب آیا... تو هم 30 سال که از داری آمار مثلا باید بگی کوکیت نمو داری میگیری. داری ونکوور میگیری. دیگه من این همه جای دنیا، من 2 تا کشور دنیا زندگی کردم. بعد این همه سفر میری. و من سفرهایی که میرم همیشه 2 هفته 3 هفته همیشه ماشین دارم. من رفتم نیویورک فاکه اون زنی کردن نرفتم ببینم. من نمیرم توریستی مسافرت، من میرم
میخوام ببینم یارو که صبح میره سر کار این جاده رو میخوام ببینم. من وقتی میبینم مصطفی همیشه واسم جالبه که مردم میرن توی هتل میشینن تو استخ میگرفتی فرانسه دیدی، میگم تو هیچ چی از فرانسه ندیدی. نه رفتم لوور هم دیدم. میگم دو دفعه دو تا جای توریستی شدی تو جایی ندیدی. من با علیرضا رفتم مهمونی که تو مثلا شهر بغلی با 45 دقیقه راننده میکنیم بهش برسیم. با امیر حسین تو فلان رفتم فلان، هر جایی که میبینم رفیقای خوبی دارم میرم چند وقت طولانی میمونم واقعا اکسپریانس میکنم. میگم من نه با کسی بدی دارم نه با کسی خوبی دارم. من اگه خانم رانندگیش خوب بود همش به سرها مسخره میکردم، خاک بر سرتون که انقدر بیوزه نمیتون رانندگی یاد بگیرید. الان اونوری دختر رو مسخره میکنم، تو ماشین هر کی میشینم مسخرهش میکنم، بعد بهش بر میخوره میگم خیلی خوب بس بیا مرد مامان اینجا. میگم اینجا که دیدی اینطوری میکنه. میگم چی شد الان؟ میگه آخه یهو پیچید. میگم نه داره تو اگه ترمز نمیزنی هیچ چی نمیشه. اینجا وای میسه سه تا ماشین فاصله میذاره. میگم خب چرا انقدر فاصله گذاشتی؟ خب حالا وایسادم دیگه. میگم نه الان یه ماشین نمیتونه بپیچه چپ، چرا به این فکر نمیکنی؟ او حالا کی به اون فکر میکنه؟ سوال اگه کسی برای تو آمار بیاره کلی تحقیق بیاره قبول میکنم آن دس وات قبول میکنم. آره ولی امکان نداره چون من نمیتونم انقدر خاص باشم که من انقدر شانسی بودم همه 20 سال 20 سال تجربه زندگیم فقط اتلاینر دیدم اصلا چیزی امکان نه من فقط دیدم کانسنتریشن چیز بیشتر بوده تا یه جای دیگه یه جور دیگه بوده. من خواهم اینو بدونم، یعنی میخوام بحثی که میخوام بهش برسیم اینه که خب آدم وقتی که این پیش قضاوت ها رو میکنه در مورد یه آدم. اینا پیش قضاوت نیست، اینا من اوییدنس رو دیدم فهمیدم اینطوریه، خیلی فرق داره. خب اوییدنس رو باید دیگه الان بعد مثلا که مثلا ما یه دونه میخوام بریم سفر بگی یه مرد خب باشه بعد قرار باشه که ماموکا و پاشو سفر ماشین بشه که نبره با اون پت آقای برو بس. معلوم اف کورس یعنی اوییدنس مگر که بدونم دو دفعه نشسته باشم میگم او این راننده خانم خیلی راننده خوبیه این آقای به درد نمیخوره. ولی اگه مثلا اینجوری بهش نگاه کن، ما توی اتاق زندگی میکنیم، این ورمون یه سری حیوان عجیبه که تا حالا ندیدیم گاون، این ورم یه سری حیوان عجیبه که تا حالا ندیدیم خرسن. بعد من میگم که رامین من نمیدونستم این حیوانا چطورین، ولی هر وقت دیدم یه خارکسی رفتیم و کشتنش من فکر کنم اینا کشتنن. تو میگی نه تو داری استریوتایپ میکنی، تو نباید تو داری فکر میکنی بس هر وقت خرس دیدی کشتنه است. میگم نه من دیدم خرسا کشتن، میگم اینا میکشن. من با این آیدیا نبودم که بذار ببینم. من فکر میکنم خانم‌ها رانندگیش خوب نیست، بذار ببینم ببین داره بد میره. او اینم اون مرد چی نگی چی نگی. نه من واقعا هر دفعه نگاه کردم یه مشکل این طرز فکر وقتی حالا وقتی که جمع میشه به یک نتیجه گیری که بعداً تو ناخودآگاه تو اپلای میشه به رفتارت با حالا بگیم یه جنسیت خاص یا نژاد خاص یا یه سن خاص هممون هم این کارو خب الان مثلا چی میشه مال من؟ من مثلا باعث میشه به موموکو بیشتر رانندگی یاد بدم، این کجاش بده؟ من موموکو رو یه ماشین میخرم میبرمش بیرون میگم موموکو من احتیاج دارم تو با 80 کیلومتر دور بزنی بفهم خطرناک نیست. من احتیاج دارم نری سمت راست کوکو بپیچی کوچه چپ، از چپ بپیچ چپ ماشین میچرخه. دو دفعه بهش نشون بدم کن بذارم کنار رو نزنه تو پارکینگ بفهمه او اوکی. حالا میگم حالا لوزان نشد به بحث ماشین، ولی وقتی که شروع میکنی یه جنبدی کردن در مورد یه چیز خاص باعث میشه که نتونی توی اون اندیویجوال بیشتر وابسته بشی. یه جایی میخوای صحبت کنی با یک کسی و تو یه پیش زمینه یا پیش قضاوتی داری مثلا به اینکه جنسیتش چیه یا نژادش چیه یا فلانش چیه، و تو اوردی همه اون هم این کارو میکنیم و ناخودآگاه اصلا اینجوریه که اصلا درک که تو هر کسی باشه بده داری همزمان داری یه رفرنس تو تاریخی و تو حافظه خود داری میذاری تمام آدمایی که شبیه این بودن یا افکاری که شبیه این بودن یا جایگاه اجتماعی شبیه این بودن تو همش داری آنالیز میکنی دیگه. همین همه پوینت من اینه که وقتی که اون ولی به حدی میرسه پیش قضاوتات که میگه آقا اینا که دیگه اینجور آدم ها اینجوریان، شاید باعث بشه که نتونی به آدمی نزدیک بشی به خاطر اون ترس اون پیش زمینه. میگه آقا این آدم ها مثلا شنیدیم که آقا مثلا پول با پول بدن مثلا. خب نه من آخه بهش اینجوری نگاه میکنم بش... خب یا ممکنه یه کانکشن خیلی خوب مثلا با یه پارتنر خب مثلا با یه دختری میخواید رو چیکی مثلا. خب آره من پارتنرم هست بهش ماشین نمیدم. فکر میکنی مثلا خانم من خونه نشون میده دلم نمیخواد مازارتی ببره؟ فکر نمی‌کنم کلاینت دلش بخواد سوار مازارتی شه؟ من فکر می‌کنم عقل نمی‌رسه به این. من دوست داشتم میتونستم، ولی وقتی 5-10 بار چای کردیم نمیتونه درست رانندگی کنه، خیلی سیمپل بهش میگم آقا بریکینگ تو باید یه خورده عوض کنی. من الان 10 تا ماشین بده من واسه 10 تا مدل متفاوت رانندگی میکنم، برای اینکه رانندگی و رانندگی فرق داره. خانم بنده یه نوع رانندگی داره، حالا این رانندگیش نمیتونه این ماشین رو هندل کنه. من با تجربه‌ای که دارم دیدم خانوما آن اوریج این کار براشون راحت نیست، حالا چون که مایلج کمتری رانندگی میکنم میتونم بگم اکسپریانس کمتر دارم، پس
یا هر چی دلیلش هست، من دلیلش رو نمیدونم. من انقدر اینو دیدم، پس الان وقتی خانم من پنجره میده دیگه دوباره امتحانش نمیکنم. تو حتی میتونی آرگیو کنی اونوری که بگی کسخل تو که میدونی خانم من امتحان نمیکنن، چرا 10 بار چای کردی بزنه هر 10 بارم اون فیل کنه؟ پس من اون چیزی که تو فکر میکنی اونجوری بهش نگاه نمیکنم. من میگم میفهمم که اوکی خانوما آن اوریج امکان داره توی رانندگی بدتر از مردا باشه، حالا براشون ترسناک‌تره چون گیمینگ بازی نمیکنن، براشون راحت‌تر نیست. حالا من نمیدونم ریزنینگش که چیه، نمیگم تو به هر خانومیو تو بچگی بشینی بگی آقا تو قراره بزرگترین و قوی‌ترین راننده دنیا بشی و بهش ترنینگ بدی، قوی‌ترین راننده دنیا اون خانم خواهد شد، تو این شکی نیست. ولی ما توی همچین دنیای توهمی زندگی نمی‌کنیم. تو دنیای امروزی دختر 16 ساله میشه میره یک کلاس $600 میده، چهار تا بقیه مرد کسخون میشینه اینجا میره بهش یه چیزی دو تا چیز میگه، همینو یاد میگیره دیگه، میخواد لین چنج کنه اینجوری میزنه و میره دیگه، کاری نداره. الان بابا من داره یارو 260 اون داره تو آینه داره میاد، اون نگاه میکنه اینجا نیست، میگه میتونم برم. بعد من بعد بکنم و ترمز میام، میگم خب برای چی الان لین تو عوض کردی؟ بعد میام نگاه میکنم میبینی خانومه، اون یکی میبینی خانومه، بعد که دیگه خانم صد مدل گفتم که آقا خانمای تندنسی دارن که من نمیدونم چرا رانندگی جدی نمیگیرن، نمیفهمن که یه دونه ریوره که ما همه توش قاطییم، خودشونو فقط میبینن، من دارم مستقیم میبینم دیگه، یه سری هم دور و برم، من اینا کاری ندارم. من احساس کردم خیلی آدما اینجوری رانندگی میبینن، خانوما هم اسپشیالی. بعد دیگه ولی الان فهمیدم ببین همونجوری فهم مثلا خانواده ما، مامانم بهترین راننده است خانواده ما، اونو تام بهتر میرونه. منم مامانم مثلا خود رانندگیش خیلی خوبه، برای همین مثلا میفهمم رانندگی خوب هست. ولی مثلا میگم مامانم وقتی چراغ قرمز میبینه گاز میده، هر چی هم بهش میگی هیچ بهونه دلیل نداره، میگه نمیدونم چرا. هر چی هم بهش میگی خب مثلا میگم مگه حرف میشم تو ماشین بعد یه حس فرمونو میچرخونم میخوره یه شیشه میشکنه، تو میگی سوهل جون این کاس خالی این کاری که میکنی خب اینی که واسه شیشه بشکنه، این کاری که نکن. او اوکی تو فکر میکنی من دیگه بکنم این کارو؟ ولی من به مامانم میگم ما وقتی چراغ قرمز میبینی گاز نده، پات رو گاز بردار بذار تو فاصله که داری گاز میدی خود ماشینش خوره کم شه، بعد به اون که میگی ترمز کن. میکنه؟ نه. چرا؟ تو جوابشو فهمیدی منم میفهمم. هر یعنی یه تیک فقط تو فکت داری میزنی، یعنی تمام زندگی با یه اطمینانی حال میکنه. ولی همجد الان هم چه تم هستم علفرم کشیدم ماشین خوابم میاد، تو اینقدر داری حرف میزنی از طرف حرفت برام تبدیل میشه به یه حالت مانترای آرامش بخشی که دیگه زونت میکنم و خیلی دقت نمیکنم چون همچنان ادامه داره. واقعا هم دیگه این کار یه تو خود میتونی یه رادیوی 24 ساعته بزنی، یه مایکروفون وصل کنی به خودت، فقط همینجوری هر صبح همینجوری راه میری بکنی، یه بلوتوت شخصی سویل که وصل به دنیا، همینطور اگه حساسیت طرفه ببین بلوتوت تو کانکشن فقط به صدای تو گوش کنم و طی روز که داری به حد امور هر چیزی نظر میدی و حرف میزنی. بچه من نه بچگی عاشق مارکتینگ بودم، بعد همیشه همه چی رو خیلی نگاه میکردم دور و برم چه اتفاقی میفته، یعنی وحشتناکتر از اوریج. یعنی اگه اوریج مثلا میگم من نمیدونم 20 دقیقه اتنشن میده به دور و برش وقتی میره 3 روز توی شمال یه سفر، من 11 ساعت اتنشن میدم به دور و برم. یعنی وقتی من میام بیرون میدونم کدوم دیوارا سوراخ دارن، میدونم کدوم دیوارا پیچشون کج بود، میدونم کدوم در میکرد بسته میشد، همه چی خونه رو نگاه کردم، کی که میرفت دستشویی، اصلا هیچ کاری نداشتم. چرا؟ فقط نگاه میکردم، دوستشم بدم که اوکی این آدم اینجوری میکنه، این آدم اینجوری میکنه. او بعد مثلا وقتی میدیدم که آدما زیاد میان دستشویی میگفتم پس میفهمم که او پس سنت که میره بالا شروع میکنه بیشتر رفتن دستشویی، بعد مثلا برام جالب بود. و وقتی میدیدم آدما زود از خواب بالا میشن هر چی سنشون میره میفهمم که او سن که میره بالاتر زودتر خواب بالا میشه اتوماتیک. بعد ازش میپرسیدم ساعت 7 چرا پاشیدی؟ میگفت نمیدونم یه خانه بره. بعد از آدم سلام که پرسیدم فهمیدم که او تخ سنت میره بالاتر صبح از خواب بالا میشی دیگه هم نمیخوابی. پس من الان که خواب بلند میشم دارم خواب بخوابم و بذار لذتشو ببرم. من موافق آدم اگر الان لذت نبره که این تجربه که تو 70 سالگی خود تو بازیچه هستی که حالا بریم به سفر مثلا ایتالیا دیگه نه کیره درست راست میشه. آره الان وقت حالیه من با سوهک داشتم حرف میزنم، توی تورنتو زندگی میکنه، با بچه ها هست میگرده، میگم کانادا هستش، با بچه های معروف هستش، یوتیوبره، داره اشغال میکنه. گفتم احساس نمی کنم خوشحالی. گفتش که مثلا دارم میخواد این کار کنم اون کار کنم. گفتم دادا به همه این چیزی که گفتی وقتی برسی به هر میگیدی حسرت این روزات میخوری، این وقت صبح بلند میشدیم میرفتیم با فلان یه کافی میزنیم میمیم چه حالی میدار، میس نکن این روزاتو، لذتشو ببر. آره من که واقعا خیلی خودمو در
لذت غرق کردم، ولی اونم آدم باید بپا تو لذت درست دیگه، نه فقط اون زیادی اعتیاد پیدا کنه، حالا چه به مواد، چه به دوپامین، راشای یه سری چیزا. به نظرم معنی واقعیش همین حضور داشتن در این لحظه، در این حال بودنه. آره آدم همین این اثر رو تو ترافیک با هم گیر کردیم، حالا چه بره به هیچی دیگه فکر نمی. مثلا من الان چیزی که حال می کنم با تو، اصلا به هیچی بیرون از اینجا فکر نمی کنم، بیرون از این ماشین مغز من همینجاست و همین قریص به چیز دیگه هم فکر من حال نمیتونم دیگه. من وقتی دارم با تو هم دارم به تو فکر میکنم، به جلومون و چی و همه چی دارم فکر میکنم، به اونوریام دارم فکر میکنم، بعد به اون درختام که کی قراره بزننشون بیلدینگ چیزشون بکنن، هایبرشون بکنن، دارم فکر میکنم. خیلی هایپر ایچ دی اچ دی. اصلا نمیتونی باور کنی که چقدر من مغزم مثلا از اون موقع تا دارم فکر میکنم اینا چی هست. تمام مدت 300 تا سناریو زدم، جعبه هاشون بالا پایین کردم، بعد جعبه هاشون یکی نیستن، یکیشون جعبه ها بزرگتر یکی کوچیکترن. مثلا یه سال دارم میکنم این چیه؟ او فن پشت همه چی آبی بود فقط. چه با الان تو این دور مینه باید بیاد فکر کنم به زودی. آره اینا ولی آره به نظرم خب میگن تو هم برای آرامش روح و روان خودت هم هرچی بیشتر این هم رو مدیتیشن من برای همین به جوینت گیلید کردم دیگه. جوینت رو تیزر آروم دوم آروم هم میکنه. مثلا این من تا حالا خیلی بار شده دوستان مثلا توی کمپینگی یا مثلا مسافرتی هستیم یه جوینت رو میکنم میدن دست هم میگن دود بزن. دارم راجع به همه چیز میکنم، آقا غذا اینه اون اینه اینو تو سانسکرین بزن، تو نباشه تو دندوتا سنده، همه رو دارم اون چیز میکنم. یا آروم باش، شد تو فاکا با آروم باش. آره تو ما چه؟ خب من خودم میفهمم، خودم مردم درد میگیره بعضی موقع. آقا چه ساعت دو ترافیکه اینجا هستن راستی؟ من که یه خانم داشته رو هم قدم پاس دادم به تا خب برابکس یوتیوب گل عاشق همه تونم روتان رو رانندگیتون رو بهتر کنین، هم پسر هم دختر، بدونین که میتونین بهتر باشین. اگه دخترین پرچم رو ببرین بالا که ما رو مسخره کنین دیگه دادا. بچه همین الان از بغل آمبولانس رد شدیم و ماشینی که تصادف کرده بود خانم بود. حالا این میگم شانسی بود، ولی فقط واسه خنده گفتیم بریم.